برایان هوک نماینده آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه با بیان اینکه ایالات متحده ای آمریکا غنیسازی صفر را برای ایران دنبال می کند اظهار داشت ایران نباید هیچ کنه غنیسازی اورانیومی داشته باشد پی همچنین با بیان اینکه آمریکا سازمان انرژی اتمی و علی اکبر صالحی را به فهرست تحریم های ایالات متحده اضافه کرده است با تاکید بر اینکه ترامپ متعهد شده است ایران هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نکند گفت سازمان انرژی اتمی نقش مهمی در تخلفات هسته‌ای داشته است برایان هوک اقدام سازمان انرژی اتمی برای افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده و توسعه سانتریفیوژها را از جمله فعالیت‌های غیرقانونی این سازمان عنوان کرد. برایان هوک همچنین اظهار داشت آمریکا تمام تحولات برنامه هسته‌ای ایران را تحت نظر قرار داده است و خاطر نشان کرد مایک و وزیر امور خارجه آمریکا می‌تواند تمام پروژه‌های هسته‌ای ایران را متوقف کند. در بخشی از اظهاراتش فعالیت های ای ایران را تهدیدی برای جامعه جهانی دانست و از دنیا خواست جلوی اقدامات ایران در خصوص توسعه فعالیت های هسته ای را بگیرد. آمریکا اقدامات ایران برای کاهش تعهدات برجامی را اخاذی هسته ای می نامد و بارها تاکید کرده است جهان باید در مقابل این اقدام ایران ایستادگی کند. هو کمچنین اظهار داشت مجوز حمله محموله دارویی به ایران صادر شده است. این در حالی است که مقام های آمریکایی تاکنون بارها تاکید کردند تحریمها شامل ارسال دارو و مواد غذایی و دیگر کمک های انسان دوستانه به ایران نمی شود. بنا به گفته برایان هوک داروی ضد سرطان و داروهای پیوند اعضا برای اولین بار پس از تحریم ها در اختیار ایران قرار خواهد گرفت برایان هوک همچنین فشار حد اکثری به ایران را با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به تأمین مالی گروه های نیابتی و رفتارهای مخرب آن عنوان و تاکید کرد آمریکا باید عوامل بازدارنده را تقویت کند بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ضمن بی خواندن تصمیم آمریکا در خصوص تحریم رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اظهار داشته است ایران برنامه های هسته صلحآمیز خود را بر اساس نیازهای کشور با قوت هرچه بیشتر ادامه خواهد داد در همین حال وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به اقدام وزارت خزانهداری آمریکا در خصوص تحریم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این اقدام دولت آمریکا را یک بازی سیاسی دانست و خاطر نشان کرد که این اقدام از سر استیصال دولت آمریکا انجام شده است وی همچنین این اقدام دولت آمریکا را فاقد ارزش دانست و تاکید کرد آمریکا برای انحراف افکار عمومی از تحولات داخلی ناشی از استیزاح ترامپ و نیز شکست زود هنگام طرح به اصطلاح معامله قرن چنین تحرکات ناشیانه و پوچی را علیه ملت ایران در دستور کار خود قرار داده است و از سیاست فشار حداکثری شکست خواهد خورد اظهارات برایان هوک در خصوص تلاش دانالد ترامپ برای به صفر رساندن میزان قنیسازی اورانیوم در حالی عنوان می شود که حق جمهوری اسلامی ایران برای قنیسازی اورانیوم با عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و نیز توافق برجام و قطعنامه شورای امنیت پیشاپیش به رسمیت شناخته شده و همه منازعات ایران برای یک کسب قنیسازی بوده است و اگر ایران نفی کامل قنیسازی را میخواست بپذیرد دولت بوش و به خصوص اوباما حاضر بودند که پیشنهادات بهتری را به ایران ارائه دهند جمهوری اسلامی بارها عنوان کرده است که اگر فشارها بر ایران در خصوص محدودیت فعالیت های ایران افزایش یابد و فعالیت های جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشود جمهوری اسلامی از عضویت در NPT که محدودیت هایی برای جمهوری اسلامی ایجاد می کند خارج خواهد شد. برخی از کارشناسان با اشاره به مزایای بالای اقتصادی و امنیتی تولید آب سنگین و نیز غنیسازی اورانیوم که تنها در اختیار کشورهای محدودی وجود دارد، فشار ایالات متحده به ایران برای توقف تولید آب سنگین و اورانیوم غنی شده را ناشی از مزایای امنیتی و اقتصادی این کالاها برای آمریکا میدانند. به گفته برخی تحلیل گران تمایل آمریکا به حفظ بازار اورانیوم غنی شده و نیز آب سنگین محدود به کشورهایی که در حال حاضر سوداوری قابل توجهی از آنها دارد و نیز جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران که در نهایت میتواند منجر به توانایی دستیابی به دانش ساخت بمب هسته‌ای شود که خطری برای متحدان آمریکا در منطقه است و رقابت هسته‌ای را در منطقه دامن خواهد زد از عوامل مهم مخالفت آنها به شمار می رود. لابی اسرائیل و فشار این کشور نیز برای نفی کامل غنیسازی نقش مهمی در این زمینه دارد. آیت الله مصباح یزدی در یک سخندانی که آن را در اواخر دیماه ایراد کرده با اشاره تلویحی به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و حسن روحانی رئیس جمهوری و جواد لاریجانی بیان آنکه نامی از آنها ببرد آنها را به طور غیر مستقیم به خاطر ناآگاهی درباره آمریکا و انگلیس مورد سرزنش قرار داده و با اشاره به اینکه آنها سالهای زیادی از عمر خود را در انگلیس و آمریکا صرف زندگی یا تحصیل کرده اند آنها را به این خاطر که با وجود همنشینی با آمریکا و انگلیس انگلیس هنوز آنها را نمیشناسند سرزنش کرده است وی همچنین آنها را به همپیالگی با انگلیس و آمریکا متهم کرده است مصباح یزدی همچنین با کنایه به کسانی که موافق رابطه با آمریکا هستند گفته است این افراد را به این دلیل که اعتقاد دارند باید با آمریکا آرامتر رفتار کرد تا نتیجه بهتری گرفته شود نکوهش کرده است و این نسبت به چنین نگرشی ابراز تعصف کرده است مصباح یزدی در ادامه اظهاراتش در خصوص سالها زندگی برخی از افراد در آمریکا و انگلیس ادعا کرده است که این افراد با آمریکا به شکل پنهانی رابطه دارند. انتشار اظهارات مصباح یزدی واکنشهایی را در پی داشته است محسن قرویان از روحانیون منتقد با انتقاد از سخنان مصباح یزدی با اشاره به اینکه تحصیل در خارج از کشور مشکل محسوب نمی شود گفت به استناد تحصیل فردی در غرب نمی توان از کسی ایراد گرفت وی همچنین تحصیل ظریف و روحانی در انگلیس و آمریکا را نکته مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به تسلط این دو نفر به زبان انگلیسی به تاکید مصباح یزدی به ضرورت یادگیری زبان انگلیسی نیز اشاره کرد و با اشاره به اینکه تحصیل در خارج از کشور یک مزیت است و مستلزم تحمل دوری است اظهار داشت تحصیل در غرب نقش محسوب نمی شود. قرویان همچنین با اشاره به سفرها و اقامتهای مصباح یزدی در آمریکا و کانادا خاطر نشان کرد رفتن به خارج از کشور نمیتواند مشکلی محسوب شود این اولین بار نیست که آیت الله مصباح یزدی مقامهای دولتی در ایران را به خاطر تمایل به برقراری ارتباط با آمریکا متهم می کند. اما در عین حال اظهارات مصباح یزدی آن چیزی هم نیست که قرویان بیان و تفسیر می کند این اتهامات به روحانی و ظریف در خصوص خود باختگی در مقابل غرب در حالی عنوان می شود که تلاش های دولت برای برقراری ارتباط با آمریکا نه به خاطر خودباختگی بلکه تلاشی برای مدیریت تنش و یافتن راه حل است که بتواند جمهوری اسلامی را از دره جنگ و مردم را از فشار بیشتر اقتصادی که به نارضایتی گسترده دامن زده نجات دهد. علاوه بر این خود مصباح یزدی با لابیهای بسیار سعی کرد اعضای مدرسه باقرالعلوم از جمله پسرش و مرتضی آقا تهرانی را به کانادا برای تحصیل اعزام کند در ادامه محدودیت های تجاری ایران که به محدودیت واردات دارو نیز منجر شده است، کشور سوئیس روز پنج شنبه اعلام کرد این کشور سازوکار مالی جدیدی را برای تسهیل ارسال کمک های بشردوستانه به ایران ایجاد کرده است. سوئیس تایید کرده است این اقدام با هماهنگی دولت آمریکا صورت پذیرفته و در همان حال ایالات متحده نیز ضمن اعلام این موضوع که از باز شدن مسیر جدید تجاری بین سوئیس و ایران برای انتقال کمک های بشر آگاه است تاکید کرده است آمریکا با دقت مبادلات کالاهای انسان دوستانه بین ایران و سوئیس را مورد بررسی و نظارت قرار خواهد داد دولت سوئیس همچنین اعلام کرده است پرداخت اولیه برای ارسال یک محموله دارو به مقصد ایران مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس اظهارات دولت سوئیس، این اقدام منوط به راستی آزمایی اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده در این خصوص بین شرکای تجاری در ایران و شرکتها و شرکای تجاری ایران در سوئیس خواهد بود. بر این اساس وزارت اقتصادی سوئیس در همکاری کامل با وزارت خزانهداری آمریکا در خصوص تعهدات لازم در معاملات اطمینان حاصل خواهد کرد. وزارت اقتصادی سوئیس همچنین اطلاعات دریافت شده از بانک ها و صادر کنندگان را در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار خواهد داد این محموله شامل برخی داروهای مربوط به سرطان و داروهای مربوط به پیوند اعضا خواهد بود که پیش از این به علت محدودیت در واردات آنها به ایران مشکلات جدی برای بیماران ایجاد کرده بود نخستین پرداخت در این خصوص به ارزش سه ممیز دو دهم میلیون یورو خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت سال 97 که با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران مشکلات جدی تجاری، بازرگانی و بانکی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده در تأمین کلیه کالاها من جمله دارو با مشکلات جدی مواجه شده بود. این اقدام تجاری توسط سوئیس به زودی به شکل تجاری و گسترده بین دو کشور ایران و سوئیس انجام خواهد شد. در راستای این اقدام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است تامین اعتبار این کالاهای انسان دوستانه به ارزش 5 ممیز دو میلیون دلار از طریق منابع بانک مرکزی در یکی از بانک های سوئیس صورت خواهد پذیرفت همتی همچنین اظهار داشته است اگر آمریکا در ادعای خود در خصوص مستثنای دارو و کالاهای کشاورزی و مواد غذایی از تحریم ها صادق است باید مکان مکانیزم بانکی لازم را نیز در این خصوص فراهم کند. این اقدام سوئیس برای ارسال کمک های انسان دوستانه به ایران در حالی انجام می شود که پیش از این ایالات متحده بارها اعلام کرده بود هیچ مشکلی در زمینه ارسال دارو و کمک های انسان دوستانه به ایران وجود ندارد ولی در عمل تمام مسیرهای قانونی برای انجام مبادلات بانکی که لازمه ارسال هر گونه کمک انسان دوستانه به ایران است مسدود بوده است برخی از تحلیلگران ورود به این مرحله را برای ایران بسیار شکننده و چالش برانگیز عنوان کرده و ابراز نگ... نگرانی کردند که محدود شدن مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها به سطح کمک های انسان دوستانه و ورود ایران به مرحله نفت در برابر غذا و دارو ایران را در شرایط بسیار دشواری از نظر تأمین الزامات زیستی قرار داده است. در همان حال به نظر می رسد که به تدریج دسترسی جمهوری اسلامی به ذخایر ارزی خود نیز رو به کاهش است و جمهوری اسلامی به تدریج بازنگری در هزینه کرد ارزی و ریالی خود را نیز به عنوان بخشی از سیاست های راهبردی خود برای مقابله با تحریم مهیا و اجرا می کند. در ادامه مناقشات پیرامون رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در مجلس تعدادی از اصولگرایان نیز در اعتراض به رد صلاحیت کامل اصلاح طلبان خواستار بازنگری شورای نگهبان در تایید صلاحیت آنها شدند برخی از اصولگرایان حذف اصلاح طلبان از فهرست کاندیداها را منجر به کمرمق شدن انتخابات دانسته و تاکید کردند این اقدام موجب کاهش شور انتخاباتی خواهد شد احمد توکلی نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام در اعتراض به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان اشاره شورای نگهبان به عدم اعتقاد این افراد به اسلام را موضوعی مناقش برانگیز دانسته و تاکید کرده است عدم اعتقاد به اسلام برای فردی که ادعای مسلمانی می کند موضوعی نیست که به راحتی قابل شناسایی باشد و به طبان کسی را فاقد آن اعلام کرد. توکلی همچنین التزام به اسلام را نیز موضوعی قابل اندازهگیری ندانسته و تاکید کرده است اگر کسی مناسک اسلامی را به جا بیاورد و واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کرده باشد نمیتوان ادعا کرد وی التزام به اسلام ندارد توکلی همچنین یادآور شده است اگر کسی به واجبات التزام عملی داشته باشد و از محرمات اجتناب کند حتی اگر معتقد به سکولاریزم باشد و ولایت فقیه را هم ابداع بشری بداند نمیتواند ادعا کند ملتزم به اسلام نیست این عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام در بخش دیگری از نامه خود به شورای نگهبان با اشاره به اینکه اگر گاهی کسی به برخی از احکام فقهی بی توجهی کند نمی توان حکم به عدم التزام عملی وی به قوانین اسلامی داد تاکید کرده است با گاهی کم توجهی فرد از التزام عملی به نظام ساقط نمی شود وی که رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت نیست هست تاکید کرده است قبول نداشتن ولایت فقیه مخالفت با نظام موافقت با مذاکره با آمریکا اصرار بر اهمیت مناسبات خارجی در امور داخلی مخالفت با حجاب اجباری و دفاع از برگزاری کنسرت به معنای سلب شرایط مدنظر نظر شورای نگهبان از فرد مورد نظر نیست احمد توکلی اولین اصولگرایی نیست که از شورای نگهبان میخواهد لطف کند و برخی از کاندیداهای اصلاح طلب را تایید صلاحیت کند تا در انتخابات حضور یابند هدف اصولگرایان از حضور اصلاح طلبان در انتخابات بیشتر به خاطر نگرانی از سرد بودن فضای انتخاباتی است تا آنکه عدم حضور اصلاح طلبان در گردونه انتخاباتی را به علت ناعادلانه بودن انتخابات مورد نقد قرار دهند التزام عملی به اسلام و یا باور به اسلام از مواردی است که سالهاست جمهوری اسلامی از آن برای حسب رقیب و تکبودی کردن بازار تعامل اجتماعی و سیاسی استفاده کرده است واقعیت این است که تاکنون توکلی و افرادی مانند او نیز در این خصوص سکوت کرده و شورای نگهبان و نهادهای تندرو را به نسبت با تحمیل خواسته های خود گستاختر کردند تأکید بر واجدیت این ویژگی ها بیش از چهل سال است که به حذف شمار قابل توجهی از افراد ناهمشکل و توانمند در جمهوری اسلامی انجامیده است. بر طبق گزارش CNN، سازمان بهداشت جهانی بعد از جلسه اضطراری خود در روز پنجشنبه درباره شیوع ویروس کرونا اعلام وضع اضطراری کرده است. همچنین یک کشتی تفریحی در ایتالیا با 7000 مسافر به خاطر وجود دو مسافر ناقل بیماری مورد قرنطینه مقامات قرار گرفته است. همچنین روز پنجشنبه وانگی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با ماریس پین وزیر خارجه استرالیا به او اطمینان داده که پکن در همکاری با جامعه بین المللی و به صورت کاملا شفاف تمام تلاش خود را صرف مقابله با ویروس کرونا کرده است. وانگی افزود ما اطمینان داریم که توانایی پیروز شدن در نبرد علیه شیوع ویروس کرونا را داریم. به رغم افزایش میزان کشته های ویروس کرونا در چین به 213 نفر و آمار مبتلایان به آن در جهان به 9800 تن وزیر خارجه چین به همتای استرالیایی خود درباره عزم پکن برای مقابله با این بیماری اطمینان داده است وزیر خارجه استرالیا نیز از دولت و مردم چین در مقابله با شیوع ویروس کرونا از اقدامات زمانمند و شفاف پکن در خصوص مقابله با این بیماری ارتباط با جامعه بینال المللی و به روزرسانی درباره آخرین وضعیت مقابله با ویروس کرونا تشکر کرد. به گزارش رویترز روز پنجشنبه علیرغم مخالفت دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر سر دو طرح که خواستار کاهش اختیارات ترامپ برای اقدام نظامی علیه ایران است مجلس نمایندگان آمریکا به هر دو طرح رأی مثبت داد طرح نخست که خواستار جلوگیری از تامین منابع مالی لازم برای اقدام نظامی علیه ایران است با 228 رأی موافق و 175 رأی مخالف تصویب شد طرح دیگر به دنبال لغو قانونی مصوب سال 2002 است که قانون مجوز استفاده از زور نظامی است که برخی از مقام های دولت ترامپ از آن برای صدور مجوز کشتن قاسم سلیمانی فرمانده ی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده بودند که با 236 رأی موافق در برابر 166 رأی مخالف به تصویب رسید. رابرتو براین مشاور امنیت ملی آمریکا مجوز حمله به سلیمانی را به استناد این قانون مطرح کرده بود. به گزارش CNN در خلال رأیگیری نانسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از اقدامات دانلد ترامپ رئیس جمهوری این کشور علیه ایران ابراز نگرانی کرد و گفت نماینده های کنگره کماکان نگرانی های جدی و فوری درباره تصمیم رئیس جمهوری برای سیاست های خسمانه علیه ایران و نداشتن راهبرد برای ادامه مسیر نگران هستند. به افزود هم دولت های جمهوری خواه و هم دموکرات اختیار کنگره برای اعلان جنگ را ربودند و حالا این کار به قدری گسترش یافته که عملا آنچه در قانون اساسی است را از میان برده است به گفت اشتهایی برای جنگ در کشور ما وجود ندارد لازم است در خصوص نحوه درگیر شدن و نحوه محافظت از مردم آمریکا بسیار محتاط باشیم. به افزود مسئله به درک ما از مسئولیت ها و قدرتمان مربوط نمی شود بلکه لازم است ما در جایگاه رزمنده پیامآور صلح باشیم. همه چیزی که ما میگوییم این است که باید این کار را به صورتی محتاطانه انجام دهیم نه به نحوی که باعث تشدید تنشها شود. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از خبرگزاری رویترز به کارخانه‌ای در ایران پرداخته که در کار تولید پرچم امریکا و اسرائیل است. پرچم هایی که تنها قرار است در راه های دولتی در مخالفت با این دو کشور به آتش کشیده شوند. به نوشته این روزنامه سوزاندن پرچم امریکا و اسرائیل در ایران یک مراسم دولتی آشنا در راه ها و تظاهرات است اما در کشوری که تحت تحریم امریکاست و رابطه دیپلماتیک با اسرائیل و امریکا ندارد پیدا کردن یک پرچم برای باتش کشیدن یک چالش است اما راه حل چیست؟ ایجاد کارخانه تولید پرچم در شهر خمین در جنوب غربی تهران. صاحب این کارخانه قاسم قنجانی به خبرگزاری رویترز میگوید ما مشکلی با مردم امریکا، اسرائیل و انگلیس نداریم. ما با دولت آنها مخالف هستیم. اون مدعی است که مردم این کشورها میدانند که ما مخالف آنها نیستیم، بلکه این سوزاندن پرچم به معنای مخالفت و اعتراض با دولت آنهاست. واشنگتن پست می نویسد به دلیل همین اعتراضات این کارخانه با فروش خوبی روبروست و هر ماه تقریبا 2000 پرچم اسرائیل و امریکا تولید می کند. از این رو با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می شود. در پایان هر سال بیش از یکونیم میلیون فوت مربع پارچههایی به رنگ سرخ و آبی و سفید سوزانده می شود. واشنگتون پست می نویسد مرگ قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به دست امریکا موجی از تنش در منطقه ایجاد کرد. و حاکمان ایران را به شدت عصبانی کرد آنها در مراسم به خاک سپاری سلیمانی پرچم امریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند اما اعلام دولت مبنی بر شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری باعث شد تا خشم مردم به سمت حکومت سرازیر شود حکومت در خیابان و پیادهروها پرچمهای امریکا و اسرائیل را قرار داده بود تا مردم بر روی آنها پا بگذارند اما مردم ایران در مخالفت با حکومت از این کار سر باز زدند اما دورتر از این خبرها در رویدادی دیگر همین روزنامه واشنگتن پست می نویسد دولت عراق عملیات اعتلاف بر علیه داعش به رهبری امریکا را سر گرفته است روز پنجشنبه دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده با توجه به فعالیت های جدید گروه های وابسته به داعش تصمیم گرفته شده تا با همکاری نیروهای اعتلاف عملیات مشترکی برای جلوگیری از فعالیت مجدد داعش صورت بگیرد این روزنامه می نویسد پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در عراق به دست امریکا احساسات ضد امریکایی موجب تظاهرات در چند شهر این کشور و در مخالفت با حضور نیروهای امریکایی شد و نهایتا پارلمان اراق خواستار خروج نیروهای امریکایی از خاک این کشور شد واشنگتن پست می نویسد البته اعلام شروع مجدد عملیات ضد داعش و همکاری دولت عراق با نیروهای ائتلاف خبر تعجب برانگیزی نبود اما این موضوع در هر صورت به حساسیت های بروش در مورد حضور نیروهای امریکایی در این کشور دامن زده است این روزنامه می نویسد عادل عبدالمحدی نخست وزیر عراق تحت فشار فزاینده قرار دارد در مورد تجدید توافقنامه حضور نیروهای امریکایی در این کشور در آن سو اما مقامات کشورهای غربی از جمله امریکا این نگرانی را دارند که خروج اجولان از عراق موجب قدرت یافتن دوباره داعش شود